استاد عزیز سلام، دومین جلسه ما از سیستم عامل لینوکس است و ما شگوفه حسنی هستم. در لکچر قبلی یا جلسه اول ما روی سیستم عامل لینوکس بحث کردیم، یک بار ایره پیدا کردیم که این سیستم عامل لینوکس از کجا است و مربوط کدام بخش از سافتویر ها میشن و چرا ما به سیستم عامل لینوکس نیاز داریم. ادامه همون لکچر ماست و ما رسیده بودیم تا قسمت پروژه گینو و در پروژه گینو چرا با وجود آمد، هدف از این پروژه چی بود، امروز بحث میکنیم. پروژه گینو یا که مخففاً GNU برش نوشته میکنیم، ای از جمله به نام گینو is not Unix گرفته شده. یونیکس یک سیستم عامل بود که در زمانی که همین پروژه روی کار آمد، یعنی در زمان ریچارد استلمن، اما کسی که پروژه را راه اندازی کرد، سیستم عامل او وقت یونیکس بود و یونیکس سیستم عامل بود که گران فروخته می شد، هر کسی با او دسترسی نداشت و یونیکس را میگن که بیشتر در ساحات نظامی از او استفاده می شد. به این دلیل گینو وقتی که راه اندازی می شد و هدف پروژه گینوی می باشه که سیستم های عامل رایگان و نرم افزار های رایگان را تولید کنند. شخصی بود به نام ریچارد استلمن. شما تصویرش می بینین. ریچارد استلمن برخلاف سیستم عاملی که در اون زمان بود که یونیکس بود، یک شعارش که گینو از نات یونیکس، به این معنی که یونیکس مربوط شخص یا کمپانی خاص باید نباشه. به این خاطر یک پروژه را سرکار میگیره که در این پروژه تعداد امی دیولپرا و تعداد توسعه دهنده های سافتویر یک گروپ را تشکیل میده ریچارد و اینا میخواین که یک اجتماعی را ما ایجاد کنیم که در اون نرم افزارها رایگان باشه، با بازار که میان یا در مارکت که ریلیز میشن باید رایگان باشن، هر کسی بتونه در این سافتویر ها دسترسی داشته باشه، ممانعت وجود نداشته باشه و کسی ادعای زیر نکنه که سافتویر مربوط ما میشه. هدف گینو همی هدف بود که شروعش ریچارد استلمن کرد و تا به فعلا هم گینو که تحت جواز جی پی ال است، سافتویر های مختلف تحت ازیدمی پروژه یا این جواز به بازار عرضه بشن. هدف ریچارد استلمن سه هدف شد در سلاید بر شما گفته که میخواست که آزادی کپی گرفتن از برنامه ها و سافتویر ها رو برای همگی بده، برای ما محدود نباشه که یک سافتویر با بازار می از او کپی گرفتن نتونم. آزادی برای ایجاد تغییر به برنامه ها، مثل که در لکچر قبلی گفتیم در سافتویر ها ما بتانیم اما مطابق میل و نیاز خود در کدش تغییر آورده بتانیم، اگر ما کسی هستیم که میتونیم تغییرات را ایجاد کنیم، و آزادی برای توزیع نسخه بهبودی یافته در نهایت کمک به دیگران. وقتی که تغییرات را که من میارم دوباره رو بتانم که پس برای دیگران شریک بگذارم و همگی از او استفاده کنند. اما در اینجا باز کسی بر ادای زیر نکنه که نمی تغییر ما آوردیم پس این سافتویر مربوطه ما میشه، یا یک کمپانی ادای زیر نکنه که ایره ما آوردیم مربوطه ما میشه. در کل ریچارد استلمن اینمی سه هدف را داشت و این سه هدف را میخواست که در پروژه گینو، یعنی پروژه گینو را طرح‌ریزی کرد و راه انداخت تا اینکه یک بنیاد را گذاشت برای ایجاد کردن سافتویرهای نرم افزار. قبل از او اینطور یک اجتماع موجود نداشت. در اینجا ما یک چیز به نام کپی لفت داریم. گفته کپی لفت چیست؟ کپی لفت در درس‌های قبلی بحث کردیم. برخلاف کپی رایت، استلمن میگفت یعنی سافتویرها کپی رایت نه بلکه کپی لفت باشن، حق توزیع، حق کپی گرفتن، حق تغییر آوردن، حق ای که یعنی که در مقابل پول باید خریداری نکنیم، گران قیمت نباشه و سافتویرها خاص برای مردمای خاص و کمپانیهای خاص دیزاین نشه، همه مردم از او بتونن استفاده کنن. این میار همیشه جمع میکنیم در اصطلاح کپی لفت. ادامه کاری که استلمن کرد چیکار بود؟ در اولین هدفش میخواست یک سیستم عامل رایگان بسازد، چون در اول هم گفتم که در اون وقت یونیکس سیستم عامل بود و یک سیستم عامل قیمت بود و برای همگی قابل استفاده نبود.
ریچارد خواست که یک سیستم عامل را بسازه که رایگان باشه، اما به خاطر از این نیاز به بعضی تولز و وسایل داشت، مثلا کمپایلر ها داشت که باید کمپایلر شه بسازه. باز اولین کاری که ریچارد میکنه یک کمپایلر زبان سی که به نام جی سی سی است او را ایجاد میکنه که بسیار با کیفیت بالاتر از کمپایلرهایی بود که در او زمان استفاده میشد. و به این شکل بعد از تکمیل از او گفته تا سال 1992 اولین یک سیستم عامل رایگان را طرح ریزی کرد که تمام قسمت های زور ساخت به جز از کرنل یا هسته سیستم عامل. یک قسمتش فایل هاست، یعنی یک سیستم عامل از انواع مختلف یا از چندین عنصر ساخته شده. سیستم عامل ریچارد تمام بخشش تکمیل شد، اما کرنل از این باقی میمانه. موضوع دیگه که افتاد در پروژه گینو وقتی که طرح ریزی میشه برای یک جواز ساخته میشه. جواز مجموعی از قوانین هستند که به اساس از او یک سافتویر ساخته میشه و این قوانین برای امو یوزرهای هستند که از این سافتویر میخواین استفاده کنند. بعدش مثلا یک نفر درایوری میخواننه برای او باز جواز یا لیسانس میتن. به این شکل یوزرهایی که از انواع سافتویر استفاده میکنن اونا باید تحت یک جواز قوانین برش تعیین میشه که این قوانین رو باید در نظر بگیره. در پروژه گینو باز گرفتن یک جواز ساختن که جواز به نام GPL یا گینو جنرال پابلیک لیسانس یاد میکنن. یک سلسله از قواعد رو در GPL معرفی کردن، اما هیچ محدودیتی بر استفاده از سافتویرها در GPL یا گینو وجود نداره. یعنی سافتویرهایی که تحت جواز گینو GPL به بازار میآید برای استفاده کنندهاش محدودیت وجود نداره، مگر یک محدودیت. او چی است؟ گفته محصول تغییر داده شده دوباره تحت جواز GPL به بازار عرضه شه یا روی اینترنت گذاشته شه. این به این معنا که اگر ما یک سافتویری که تحت جواز گینو ساخته شده او رو میگیرم و در کدش تغییرات میارم، پس دوباره باید اونمو سافتویر با مو لیسانس GPL روی اینترنت بگذارم یا با بازار عرضه کنم که دیگر از او استفاده کنم. خب ریچارد چی کار کرد؟ یک بنیاد را گذاشت برای ایجاد کردن سافتویرهای اوپن سورس و یک سیستم عامل رایگان را زیر کار گرفت که کرنلش باقی موند، دیگه بخشش را ساخت. بعدش میایم روی تاریخچه سیستم عامل لینوکس است که لینوکس بالاخره چه وقت ساخته شد. لینوکس را گفته که یک سیستم کد باز است برای افراد است که میخواین که از سیستم عامل کد باز است و همی کرنل زیر گفته برای همگی اشتراک گذاشته شد که دیگر هم در کار بتانن و اولی نسخه در سال 1994 ساخته شد. اما این کی ساخت؟ شخص دیگه به نام تروالز بود. تروالز یک محصول است بازم پروژه نهایی خود را که پروژه تحقیقیش است. سیستم عامل را که ریچارد تهیه کرد و بخش کرنل از او باقی مانده بود روی بخش های دیگهش کار کرده بود، اونمو سیستم عامل را تروالز تکمیل میکنه. تروالز برای اونمو سیستم عامل میره یک کرنل میسازه و سیستم عامل لینوکس ساخته میشه و اولین نسخه سیستم عامل لینوکس که یک نسخه 1.0 بود در سال 1994 با بازار عرضه میشه. این رو میگن که امی خود تروالز هم فکر نمیکرد که نسخه لینوکس را که بر اول یک دو یوزر بیشتر نداشت اقدر به زودی رشد میکنه و همه گیر میشه. به هر حال کاری را که تروالز کرد امو کرنل به اشتراک میگذاره، لینوکس را میسازه، کرنل شه و رو در اشتراک میگذاره که هر کسی که مایل است در تغییرات خود را بیاره. اینمی کار ازی باعث رشد لینوکس شد و چون برنامه سازا و پروگرامرهای مختلف از نقاط مختلف روی ازی کار کردن و باعث رشد لینوکس میشه. یعنی لینوکس از چه وقت باوجود میه؟ وقتی که تروالز امو سیستم عامل ریچارد میگیره دوباره تکمیل میکنه. معرفی سیستم عامل لینوکس و لوگویان. در تصویر میبینید ما اینجا یک نشان داریم، این به نام چی یاد میکنن؟ به نام پنگوین است. پنگوین که است نشان
کلی سیستم عامل لینوکس است. به این معنی وقتی که ما میگیم لینوکس نشانش پینگوین است. اما وقتی که میگیم نسخه اوبونتو لینوکس، بازو از خود یک لوگوی مشخص داره. اگر ما بگم که نسخه رد هات لینوکس، بازو از خود چی؟ همون لوگوی مشخص خود را داره. در کل محصولات لینوکس با اینمی نشان عمومی که پینگوین است تخصیص داده شده برشان و همی نشان عمومی شان است. و در اینجا با شما میگه که لینوکس مشابهت زیاد با یونیکس داره که یونیکس سیستم قبلی از او بود. کودش باز است، انعطاف پذیر است، به این معنی که روی هر کامپیوتر قابل اجرا هستند. و برای پینگوین هم یک داستان وجود داره چطور امی نشان محصول امی تولید کست، چطور لوگوی از این تعیین شد پینگوین. تروالس هم میگن در یک سیاحت با نمیخوام برای استرالیا هستم، اینجا میره و در یک باغوش میره، باز در وقت امو تفریح پینگوین دست امی تروالس هم میگذه، باز بعد از او تروالس هم پروڈکت خدا به نام پینگوین میمانه. یعنی قبل از او لینوکس کدام نشان خاص نداشت، بعد از این اتفاق تروالس لوگوی امو تولید و محصول خود را پینگوین میمانه. این همون تاریخچه‌اش است که چطور پینگوین باعث نشان لینوکس تعیین شد. میریم روی خصوصیات سیستم عامل لینوکس. لینوکس چی خوبی ها داره؟ از خوبی های سیستم عامل لینوکس داشتن امنیت بسیار بالایش است. امنیتش به خاطر بالاست که در هسته سیستم عامل لینوکس امن فایروال هم وجود داره و مانع بروز امو با وجود آمدن ویروس ها و دیگه مشکلات امنیتی میشه. و به دلیل دیگه که امنیت لینوکس بالاست، اوپن سورس است. ما وقتی که کمپیوتر ما اگر مایکروسافت است ایره ویروس میگیره، ما خسارمند میشیم. ما نیاز داریم که دوباره سی دی آی ویندوز را بخریم با قیمت گزاف. ما نیاز داریم سافتویر هاش را نصب کنیم. اما لینوکس همه چیز رایگان است. وقتی که ویروس است برای من کدام کار مشکل نیست، میرم یک ورژن بالاترش را دانلود میکنم، از او استفاده میکنم. اما بازم موضوع اولی ما است، امنیتش بالاست چون فایروال داره، چون در بخش سرور از لینوکس استفاده میشه. تنها موضوع اوپن سورس بودنش را مطرح نیستم. پایداریش بسیار بالا است. پایداریش به این معنا که اگر در لینوکس یک قسمت سیستم جام میکنه، مثلا برنامه آفیس را باز کردم کار نمیده، این بالای تمام سیستم تاثیر نداره. متوقعی بخش سیستم همش کار میکنه. من اون برنامه چی میکنم؟ منیمایز میکنم، از دیگه کارهای پیش میبرم. اما شما در ویندوز شاهدش هستین دیگه که اگر من برنامه آفیس را باز کردم اونجا هم که کار نداد، تمام سیستم چی هسته؟ داون است و کار نمیتره. قیمت بسیار پایین سیستم عامل لینوکس. قیمت گاهی وقت دارم و گاهی وقت هم ندارم. من میتونم که رایگان دانلود کنم. اما اگر من برم ویندوز را بخوایم که دانلود کنم، در مقابل دانلود از من پول میخوایم. من باید اول پول پرداخت کنم بعدش میگیرم. سیستم عامل لینوکس یک هسته کاملا چند وظیفه است، مالتی تاسک است. در عین زمان من میتونم چندین کار انجام بدم. مثلا من یک چیز را بر پرینت روان کنم، مثلا من موزیک گوش کنم، مثلا من روی ترمینال یک کار را انجام بدم که خصوصیت ما در سیستم عامل ویندوز هم داریم. و از خصوصیت دیگه که سیستم عامل لینوکس گفته چند استفاده کننده است، یعنی که در عین زمان چندین یوزر میتونه که از این کار بگیره که این خصوصیت ما در سیستم عامل ویندوز هم داریم. ساختار سیستم عامل لینوکس است. تنها سیستم عامل لینوکس نه، بلکه هر سیستم عامل از چندین عنصر ساخته شده که مشهورترین امی چند دانه رو ما همیشه همش بس میکنیم که هسته است، فایل سیستم است، شیل است یا یوزر انترفیس. پس ما در اینجا میگیم که لینوکس از عناصر زیاد ساخته شده، اما سه عنصر مهم از او چی هستن؟ هسته، فایل سیستم و شیل. هسته چی است؟ فایل سیستم چی است؟ و شیل. و اینجا هم یک چیز دیگه داریم به نام بوت لودر گفته چی است. روی ساختار سیستم عامل لینوکس در جلسه بعدی بس میکنیم. به ادامه باز بوت لودر همچنان.